خب ببینیم، برای نخ کردن تسبیحمون، دونه های تسبیحمون، میتونیم از دو مدل نخ استفاده کنیم. من نخ که دارم استفاده میکنم نخ پولیستر کاپلان هستش، که چون میخوام آخر کار یعنی سر تسبیح همو با منجوق تزئین کنم، از این نخ استفاده میکنم. ولی شما اگه میخواین نختون دقیقاً تسبیحتون دقیقاً تسبیح های شبیه تسبیح های بازاری بشه، بهتره که از نخ مومزده استفاده بکنید. من سوزنمو نخ کنم و بهتون نشون بدم چجوری تسبیح رو نخ میکنیم. خب ببینین، حدود 1 متر از نخم رو بریدم و میام یه دونه منجوق سایز 8 میندازم به نخ، میبرم انتهای نخم و دوباره یه دور دیگه سوزنم رو از اینجا رد میکنم تا این منجوق اینجا محکم بشه. این یه جورایی استوپ کارمون هستش، یعنی مهره ها رو که میندازم به نخ دیگه پایین تر نره. بعد میام دونه دونه مهره هامو نخ میکنم. میبینین الان دیگه به این گیر میکنه، نمیره بیرون. بین هر دونه تسبیح من میام 2 تا یا 3 تا منجوق شماره 8 میندازم. بستگی به این داره که میخواین هر تسبیحتون، هر دونه تسبیحتون با اون یکی چقدر فاصله داشته باشه. برای من 3 تا کافیه، چون یه دونش میره داخله. ببینین یه دونش میره اینجوری، معلوم نمیشه خیلی، یه دونش تا نصف اینجوری میره داخل این تسبیح، یه دونش هم تا نصف میره داخل اون تسبیح. حدود 2 تا منجوق بینش فاصله میفته. میام همین کار رو ادامه میدم به این صورت. دوباره 3 تا منجوق شماره 8 دوباره یه دونه دونه تسبیح. همینو تا انتها ادامه میدم تا دونه های تسبیح هم تموم بشه. خب ببینین، قبل از اینکه کارو ادامه بدم، من به یه مشکلی برخوردم توی نخم که گفتم به شما نشون بدم توی ویدیو که چه شکلی هستش. ببینین این نخ من، چون که مستقیم از سوزن بخوام ردش کنم، سوزنی که مناسب منجوق باشه بخوام مستقیم رد بکنم، خیلی اینجوری پیچ میخوره و گره میخوره و کارم قشنگ در نمیادش. میام اول این کارو میکنم، یه نخ نازکتر میندازم داخل سوزنم، دو سرش رو گره میزنم. ببینید اینقدر بسته، میندازم داخل سوزن، دو سرش رو گره میزنم. خیلی هم نمیخواد بلند باشه. گره رو قشنگ محکمش میکنم، چون ازش قرار منجوق رد بشه. این گره رو میارم وسط نخ به این صورت. بعد نخ اصلی رو از داخلش رد میکنم به این صورت. حالا هر وقت که بخوام منجوق رد کنم، به راحتی از داخل این رد میشه، نخم هم دیگه ریش ریش نمیشه. خب ببینین، منجوق نخ کردنم تموم شد، یعنی تسبیح نخ کردنم تموم شد. آخر کار رو هم 2 تا منجوق انداختم. حالا میام 2 سر نخ رو میذارم روی هم به اندازه هم باید باشه و از داخل سوزنم رد میکنم. بعد از اینکه سوزنم رو نخ کردم، این قسمت رو نگه داشتم با دستم چون کوتاهه، نخم در نره. بعد میام سر تسبیح هایی که جدای از این 33 تا تسبیح دونه تسبیح درست کردم و میندازم به نخ. ببینید من سر تسبیح هایی که درست کردم، اینا زرد وسط بود، قرمز کنار بود. الان اینجا قرمز و کنار وسط زدم، زرد و کنار زدم.
دو تا درست کردم، میندازم به نخ بنسرم. این میشه سر تسبیح من. خب برای ریشش های این بالاش ما دو تا روش داریم. یه روشش اینه که از داخل منجقا سوزن نخ میکنیم، از داخل این منجقا در میاریم، منجقامونو نخ میکنیم، دونه دونه میبریم. روش دوم اینه که میام از همین نخ پلی‌استرم که دارم استفاده کردم برای تسبیح نخ کردنم، میام به اندازه‌ای که لازم دارم میبرم. اول من به اندازه دور این کتاب مثلا در نظر میگیرم، به این صورت به اندازه دور تا دور این همینطوری میپیچمش تا یه مقدار که مثلا دوست دارم بشه، یه مقدار چشمگیری بشه. اینو همینجوری میپیچم، یه ذره که پیچیدم بعد بقیه آموزش رو بهتون نشون میدم. سعی کنین حتما ببینین یه مقدار بلند باشه، چون ما الان قراره اینو مثلا اینقدرش رو منجق نخ کنیم، بقیهش رو باید گره بزنیم و ببریم. و اگه نخمون کوتاه باشه یه خورده بسامون سخت میشه که بخوایم هم منجق نخ کنیم هم گره بزنیم و اضافهشو ببریم. من اینو میپیچم دور این کتاب به یه اندازه‌ای که لازم داشتم شد، بقیه فیلم براتون میگیرم. خب ببینیم من الان دور کتاب پیچیدم این رو، اصلا نخم هم من اینجا نباید قیچی میکردم، الان نخم قیچی کم این هی میپره بالا. ولی قبل از این که از داخل این کتاب در بیارم پایینشو قیچی کنم و داخل کتاب در بیارم، میام یه خورده این لای کتاب باز میکنم نشونش بدم، لای این کتاب باز میکنم که این نخوا از هم فاصله بگیره. اگر یه قلابی چیزی دم دستتون باشه که چه بهتر. بعد این نخ رو از وسط این نخهای دیگه رد میکنم. این کار میکنم به خاطر اینکه کارم به هم نریزه، قبل از اینکه به هم بریزه محکم گره زده باشمش. بعد از اینکه از اینجا رد کردم به این صورت گره میزنم و محکمش میکنم. بعد از اینکه این گره رو زدم، حالا میتونم از این قسمت نخام ببرم و از کتاب جداش کنم. بس. حالا چند تا گره میزنم که این کامل محکم بشه. که محکم شد، این گره اینجا رو میتونم چسب بزنم، میتونم از لاک بیرنگم استفاده کنم که این قسمت گرم کامل محکم بشه، باز نشه اصلا. من از لاک بیرنگ استفاده میکنم، این وقتی که خشک میشه دیگه این قسمت محکم میشه. یه خورم زیاد میزنم چون سریع خشک میشه. دیدی؟ این الان خوش میشه، این قسمت گرم دیگه محکم میشه، باز نمیشه. میذارم این قسمت خشک بشه، بعد بقیه کارم رو روی سر تسبیح هم انجام میدم. خب ببینین الان تسبیح من کامل شده، هم دونه ها رو نخ کردم، هم سر تسبیح رو انداختم، هم ریشه ها رو درست کردم. الان برای اینکه این ریشه ها همجوری باز نباشه، این شکلی نباشه، انگار فرق وسط باز کردن، ما باید اینجا رو گره بزنیم. دو تا کار میتونیم اینجا انجام بدیم، یا میتونیم اینا رو گره بزنیم، این قسمت رو از اینجا گره بزنیم، یا میتونیم دونه دونه این ریشه ها رو بگیریم
منجق نخ کنیم، مثلا اینقدر منجق بندازیم به نخ، بعد سرش رو گره بزنیم، چسب یا لاک بیرنگ بزنیم، بذاریم خوش بشه و اضافه نخ رو ببریم. یعنی با دونه دونه این ریش ریشا همین کار رو بکنیم. یا اینکه میتونیم اینجا رو یه دونه بافت بزنیم که این بافت رو من توی یه ویدیوی دیگه بهتون نشون داده بودم، ولی توی همین سر تسبیح دوباره بهتون نشون میدم، ولی توی یه ویدیو بعدی، به خاطر اینکه ویدیومو خیلی قراره طولانی بشه اینطوری. پس این فعلا تسبیح ما تا این قسمته. امیدوارم که از آموزش راضی بوده باشین. لایک و سابسکرایب کانال یوتیوبمونم فراموش نکنین. ممنون از همراهیتون.